دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. شاه عباس یکم معروف به شاه عباس کبیر، پنجمین شاهنشاه ایران از دودمان صفوی و نامدارترین فرمانروای این سلسله. شاه عباس از کودکی تا تاج گذاری. عباس میرزا شب دوشنبه اول ماه رمضان سال 978 هجری قمری مصادف با 27 ژانویه 1571 در هرات از فخرالنسا بیگم یعنی دختر میر عبدالله خان والی مازندران زاده شد. شاه قلی سلطان استاجلو در نامه ای که از جانب محمد میرزا به شاه طهماسب یکم نوشت ولادت نوزاد را خبر داد. از پادشاه صفوی خواست که برای نوه خیش نامی برگزیند. روزی که قاصد از خراسان به قزوین رسید اتفاقا این بیت از بامداد مکرر بر زبان شاه جاری شده بود. شاه طهماسب با الهام گرفتن از بیت زیر نام نوزاد را عباس نهاد. عباس علیس شیر قاضی سردفتر لشکر حجازی. پدر شاه عباس محمد شاه خدابنده از شاهان صفوی او را از کودکی حاکم هرات یعنی یکی از مهمترین شهرهای ایران کرد و به دلیل کم سنی یک قزلباش سرپرست او در حکومت هرات بود. در سال 996 قمری پس از حدود 12 سال اغتشاش و ناآرامی که پس از وفات شاه طهماسب سراسر کشور را فرا گرفت، محمد شاه خدابنده توسط قزلباشان عزل شد و شاه عباس پسرش در 18 سالگی به تخت پادشاهی نشست. در 12 سالی که شاه اسماعیل دوم و حدود یک سال محمد شاه خدابنده حاکم ایران بودند، سران قزلباش اطاعت محض خود از پادشاه صفوی را از دست داده بودند و به همین دلیل ازبکان حملات خود را به خراسان گسترش دادند. هرات محاصره شد و امپراتوری عثمانی بسیاری از نقاط مهم غربی ایران از جمله تبریز را گرفته بود. شاه عباس ابتدا پدرش محمد شاه خدابنده یعنی شاه مخلوع را به همراه برادرش ابو طالب میرزا در قلعه ورامین محبوس کرد. پس از آن قدرت قزلباشان را محدود کرد و برخی سران قزلباش مانند مهدی قلی خان حاکم شیراز و مرشد قلی خان وکیل دیوان عالی را به قتل رساند. مرشد قلی خان نقش مهمی در پادشاه شدن شاه عباس داشت و در امر حکومت دخالت می کرد. شاه عباس وزیرش میرزا محمد را هم به قتل رساند و برخی شورش های داخلی مانند شورش گیلان را سرکوب و به تدریج همه را مطیع خود ساخت. هجوم ازبکان به خراسان.
ازبکان در عصر شاه عباس به خراسان حمله کردند و قتل و غارتی وسیعی در مشهد به راه انداختند. هر کس از مردان را که می دیدند به قتل می رساندند و زنان را به اسیری به ماوراء النهر می بردند. مردم زیادی به حرم امام رضا پناه بردند. عبدالمؤمن خان ازبک فرمانده ازبکان وارد حرم شد و همه را به قتل رساند. اموال و کتابخانه حرم را به تاراج برد و فقط برخی از مردم توانستند مخفی شده و جان خود را نجات دهند. پس از 3 روز قتل و غارت کسانی که زنده ماندند در روز 4 اجازه یافتند که یا اموالشان را به ازبکان بدهند و یا زن و فرزندانشان را. جنازه شاه طهماسب که در حرم امام رضا دفن شده بود توسط ازبکان از قبر بیرون آورده شد و این رخداد به تحقیر خاندان صفوی انجامید. پس از آن ازبکان اطلاع یافتند که قبر شاه طهماسب در مکان دیگری است و فردی به نام بهادر مأمور شد تا استخوان‌های شاه طهماسب را به بخارا ببرد. در میان راه یکی از علاقمندان خاندان صفوی بهادر را تطمیع کرد و او را به بازگرداندن استخوان‌های شاه طهماسب راضی ساخت. شاه عباس اول پس از آن اعلام کرد که جسدی که پیش از این مورد اهانت قرار گرفته از آن شاه طهماسب نبوده. به همین سبب مردم بسیاری به دیدن جسد شاه طهماسب شتافتند. سپس استخوان‌های مذکور به عتبات عالیات فرستاده شد تا در محلی نامعلوم دفن شود. ازبکان در سال 1005 قمری از راه کویر عازم یزد شدند و علی قلی خان قورچی حاکم یزد توانست آنها را شکست دهد. خبر هجوم ازبکان و گرفتن دیگر نقاط خراسان به گونه ای وحشتناک بود که شاه از قزوین به تهران رفت و در حرم شاه عبدالعظیم در ری اقامت گزید. تا زمانی که خبر بازگشت عبدالمؤمن خان به ماوراء النهر را شنید و به قزوین بازگشت. پس از پایان هرج و مرج داخلی شاه عباس به فکر خراسان افتاد و لشکری به هرات فرستاد که مهمترین شهر خراسان بود. شاه عباس که برای بیرون راندن عثمانی ها به غرب رفته بود سریعا بازگشت و ازبکان را که از هرات خارج شده بودند و همواره سیاست تخریب و فرار داشتند به دام انداخت و در جنگی سخت در سال 1007 قمری بر آنان پیروز شد. شاه عباس پس از تحمیل قراردادی با ازبکان بازگشت. شاه عباس اول فرهاد خان را که فرمانده کل سپاه بود و در جنگ ابتدایی با ازبکان شکست خورده بود اعدام کرد. این اقدام شاه صفوی قزلباشان را کاملا مطیع ساخت و مانع از هر گونه تمرد احتمالی در آینده شد. نبرد با عثمانی ها در سال 999 قمری شاه عباس اراضی وسیعی از سرزمین ایران را به موجب قرارداد صلح استانبول واگذار کرد تا ناچار نباشد در 2 جبهه بجنگد. همچنین شاه عباس متعهد شد که به لعن خلفای سگانه یعنی ابوبکر، عمر و عثمان پایان دهد. پس از این قرارداد که در سال 3 پادشاهی وی امضا شد، شاه عباس تا 12 در غرب ایران با مشکلی مواجه نشد. برخی معتقدند که این قرارداد تحمیلی کمک بسیار خوبی به محکم کردن پایه‌های حکومت وی کرد. در سال 1010 قمری شاه عباس پس از ایجاد آرامش داخلی و بیرون راندن همسایه شرقی از کشور متوجه غرب شد.
گرچه حکومت صفوی در مقایسه با عثمانی امکانات کمتری داشت، اما شاه عباس اول با تشکیل سپاه دائمی از قزلباشان و غلامان و تاجیک ها توانست قدرت نظامی ایران را افزایش دهد. کارت رایت درباره سربازان شاه می نویسد: و اما سربازان وی اکثر افرادی هستند به غایت دلیر و اصیل و از هر حیث به مراتب برتر از لشکریان عثمانی. سوار نظام عثمانی از لحاظ تجهیزات به هیچ وجه طرف قیاس با سربازان زبده ایرانی نیست. اکنون سرباز ایرانی از هر لحاظ می تواند در برابر سرباز ترک پایداری ورزد و ارتش ایران از لحاظ نفرات و توپخانه و سایر ادوات جنگی به پایه ای رسیده که قدرت دارد بر عثمانی ضربات جانکاهی وارد کند. شاه پس از برقراری آرامش در تمامی کشور در پی حمله به عثمانی برآمد. شاه عباس به بهانه رفتن به مازندران به راه افتاد، ولی مسیر خود را به سمت تبریز کج نمود و با توجه به استقبال مردم آنجا را به آسانی فتح نمود. فتح تبریز روحیه سپاه را بسیار بالا برد. سپس وارد ارمنستان شد و پس از شکست سردار عثمانی علی پاشا آن را فتح کرد و تا بغداد پیش رفت. سرانجام نیروهای عثمانی در وان شکست خوردند و جنگ صوفیان در نزدیکی تبریز به خروج عثمانی از خاک ایران انجامید. با این حال جنگ با نیروهای عثمانی به طور پراکنده و تا زمان مرگ شاه عباس اول ادامه داشت. طبق نامه های شاه عباس و اروپاییان، آنها تعهد کرده بودند که در حمله به عثمانی شاه عباس را یاری کنند، اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد. نامه محرمانه پادری پل سیمون در رمضان 1016 قمری علت این امر را روشن می کند: قدرت شاه ایران به درجه ای رسیده که وقتی دو سال قبل بر دژهای عثمانی در نزدیکی تبریز هجوم برد، سرداران ترک به قدری از او هراسان بودند که حتی یک سرباز برای مقابله با وی نفرستادند. اکنون متصرفات وی به مراتب زیادتر از سرزمین‌هایی است که نیاکانش از کف داده بودند. اگر این شاه نیرومند به دریای مدیترانه یا قسطنطنیه نزدیک شود، ممکن است وجودش برای کلیسای مقدس ما در حکم دومین تازیانه خدا باشد. اقدامات مهم شاه عباس: تشکیل سپاه دائمی. از مهمترین اقدامات شاه عباس جایگزین کردن نیروهای نظامی با برخی نیروهای قزلباش متمرد بود. شاه عباس از نیروهای چرکس، گرجیان و ارامنه مسلمان شده که در زمان شاه طهماسب به عنوان غلامان شاه وارد سپاه شده بودند استفاده کرد. در زمانی که بسیاری از امرای قزلباش به دنبال کسب قدرت بیشتر بودند و تاجیک ها هم جایگاه ویژه ای نداشتند، شاه غلامان تازه مسلمانی را وارد سپاه کرد که گرچه مانند قزلباشان دلبستگی و اعتقاد کاملی به خاندان صفوی و تشیع نداشتند، اما در عوض مطیع کامل شاه بودند. با قدرت گرفتن همین غلامان، آنها نیز وارد جنگ قدرت شده و در مواردی مانند توطئه شورش پسر شاه نقشی اساسی ایفا کردند. شاه توانست یک ارتش دائمی حدوداً 40,000 نفری را همیشه در اختیار داشته باشد که در جریان لشکرکشی ها و جنگ های شاه نقش اساسی داشتند. شاه عباس با تبدیل املاک ممالک که در اختیار یک فرمانده بود به املاک خالصه شاه، مشکل مخارج این ارتش را رفع نمود.
این عمل در طولانی مدت یکی از علل ضعف و حتی به نظر برخی از مورخین از عوامل سقوط صفویه به شمار می آید، زیرا صاحبان ولایات به ظلم به مردم روی آوردن و خصوصا در نواحی مرزی سلسله صفویه را از نظر نظامی تضعیف کردند. تشکیل سپاه دائمی توانست قدرت را به ایران برگرداند. شاه عباس اول توپخانه و سلاح آتشبار جنگی وارد کرد. او همچنین با کمک برادران شرلی توانست ساخت سلاح را در اصفهان راه اندازی کند. برای نخستین بار سپاه از سه قسمت اصلی پیاده نظام، سوار نظام و توپخانه تشکیل شد و فرماندهانشان مهمترین افراد سپاه شدند. متمرکز کردن حکومت. ایران دوران شاه عباس برخلاف دوران شاهان صفوی پیش از او که نظام ملوک و طوایفی و فئودالی بود، به ایرانی تحت نظر حکومت مرکزی تبدیل شد. این تغییر را می توان با سیاست یک پارچگی و اطاعت مرکزی دوران ساسانیان بر پایه مذهب مقایسه کرد. برای تسریع این امر شاه عباس در نوروز 1007 قمری با برگزاری جشن باشکوهی پای تخت را از قزوین به اصفهان انتقال داد تا بتواند در مرکز ایران بهتر حکمرانی کند و در عین حالی که به ازبکان و عثمانی ها نظارت داشته باشد به داد و ستد از طریق خلیج فارس اشراف بیشتری داشته باشد. تغییر در مناسب مهم حکومتی. پس از بروز مشکلات زیاد که خصوصا سپاهیان قزلباش عامل بودند، مقام مهم وکیل نفس نفیس همایونی و فرماندهی کل نیروها کاملا حذف شد. با حذف این دو مقام مهم که در دست قزلباشان بود، واضح شد که دیگر سازمان‌های اداری بر قدرتشان افزوده می‌شود. وزیر توانست حدود بسیاری از این وظایف را بر عهده بگیرد. قلر آغاسی یا فرمانده لشکر غلامان و تفنگچی آغاسی یا فرمانده تفنگداران به وجود آمد. قزلباشان گرچه کاملا از صحنه خارج نشدند، ولی شاه از تکیه بر آنها کاست. در این حال شاه به سرداران خود بسیار اهمیت می‌داد. فرهاد بیک الله وردی خان و فرزندش امام قلی خان و نیز قرچقای خان همگی از غلامان خاص بودند و بر اثر جانبازی و وفاداری به مقامات بالایی رسیدند. گرچه فرهاد بیک به علت شکست نظامی به دستور شاه عباس به قتل رسید، ولی سرداران دیگر آنچنان مورد توجه شاه بودند که حتی شاه خود قرچقای خان را پس از پیروزی بر عثمانی ها به مرکب خیش نشاند و پیاده به دنبالش روان گشت. در مجموع آنچه که توانست یک پارچگی سپاه را به دست بیاورد و مذهب تشیع و اطاعت و ارادات خاص به شاه به عنوان مرشد کامل بود. حکومت صفوی یک حکومت شیعه محسوب می شد که تبلیغات شیعی بسیاری گسترده داشت. مردم شیعه ایران به نجف و کربلا که در دست عثمانی ها بود می رفتند، ولی عثمانی ها در آنجا ضد صفویه تبلیغات می کردند. بعدها رفتن به عراق عرب ممنوع شد و برای تثبیت این امر حتی خود شاه پیاده به مشهد می رفت و کاروان سراهای متعددی در راه مشهد ساخت و کارهای بسیاری در این جهت انجام داد. گسترش و حمایت از مذهب تشیع. دوران اولیه صفویه بیشتر تکیه بر بخش نظامی بود و شاه عباس نیز بر بخش نظامی بیشتر توجه داشت تا اداری و مذهبی. بسیاری از امور شرعی حتی در ظاهر رعایت نمی شد.
مثلا دلاواله در سفرنامه خود در رابطه با مجلس شراب شاه مطالبی نوشته است: به هر حال شرابخواری تا سال 1029 قمری علنی بود و در آن سال شاه عباس طی حکمی شرابخواری علنی را قدغن کرد. البته این حکم فقط یک سال دوام داشت و سال بعد منقضی شد. شاه عباس حتی به یک طبیب دستور نگارش رساله ای در رابطه با منافع و مضرات شراب داد که این کتاب در آخرین سال عمرش به نام جام جهان نمای عباسی نگاشته شد. بنای صفویه بر پایه مذهب تشیع بسته شده بود و تاجیک ها و ترکانی که به شاهان اولیه صفوی کمک کردند بر پایه حمایت آنها از مذهب تشیع بود و در عوض صفویه بیشترین خدمت را به گسترش و تبلیغ این مذهب در ایران انجام دادند. به هر حال اساس و پایه صفویه بر مذهب تشیع بنا شده بود و رقیب اصلی آنها امپراتوری عثمانی سنی مذهب که مرزهای گسترده اش تا اروپا را شامل می شد. بر همین مبنا و به خاطر اینکه به نوعی خود را خلیفه مسلمانان می دانست، طبعاً با شیعیان دشمنی جدی داشتند که همواره به همین بهانه به ایران هجوم می آوردند و این دشمنی به حدی بود که رساله هایی در رد شیعیان و حتی مجوز قتل آنها در عثمانی به نگارش در آمد و اجر و ثواب قتل یک مسلمان شیعه ایرانی را بیشتر از کشتن 70 نفر از کفار به شمار می آوردند. در یک نمونه از آن ذکر شده: هر کسی که یک نفر از این طایفه ملعون مشرک را بکشد، مانند این است که 70 نفر از اهل جنگ را کشته باشد. این جریان باعث دادن مجوز قتل و غارت بسیاری از مردم ایران شد و به همین سبب شاه عباس می بایست از این بابت که مهمترین مشکل او به شمار می آمد و آن جنگ با عثمانی بود مقابله کند. شاه عباس مناسب مذهبی را بسیار پایین برد و نظارت و تعیین آن نیز با خودش بود. او حتی منصب قضاوت را خود تعیین می نمود. اقدامات عمرانی شاه عباس. نیشابور. شاه عباس فرمان تاریخی درباره مردم شهر نیشابور صادر کرد. متن سه فرمان شامل لغو و تخفیف مالیات و رفع مزاحمت عمال دولتی از مردم نیشابور است که بر روی سنگ نوشته هایی در مسجد جامع نیشابور نصب شده. تعمیر و بازسازی و بنیان نهادن بناهایی در نیشابور به فرمان عباس اول صفوی بوده است. اصفهان. میدان نقش جهان و مسجد شاه و عالی قاپو و بخشهایی از 40 ستون و 4 باغ و پلهای رود زاینده رود و کانال کشی آبهای تونل کوه رنگ به سمت زاینده رود از آثار نیک اوست. اگرچه نزدیک به 50000 از زمان او گذشته است، ولی هنوز اصفهان به بناهای فرهنگی و هنر عصر صفوی می بالد، چنان که در سال 1428 قمری پای تخت فرهنگی دنیای اسلام بود. مشهد. شاه عباس همانطور که بسیاری از جهانگردان و مورخین اظهار داشته ان فردی وطن پرست بود. برای همین و برای آنکه فرهنگ زیارت را بین مردم قرار دهد، در سال 1009 قمری پیاده عازم مشهد شد و به دستور وی فقط 999 کاروانسرا در آن سال و تعداد بسیار بیشتر در سالهای پس از آن احداث گردید. شاه مقرر داشت که هر یک از امرا که مایل به همراهی او در زیارت هستند می توانند سواره بیایند.
وی مشهد را به طور رسمی شهر مقدس ایران قرار داد تا آنکه مردم به زیارت امام هشتم شیعیان بروند و از رنج و مشقت‌های سفر حج و سختگیری‌های حکام ولایات عثمانی دیگر خبری نباشد. او هرگاه در خراسان بود به زیارت امام هشتم می رفت. شب زنده‌داری می‌کرد و کارهای خدام چون جارو کشیدن فرش‌ها و خاموش کردن شمع‌ها را خود انجام می‌داد تا سرسپردگی خود را نشان دهد. مازندران دیگر سرزمین خوشبخت مازندران است، زیرا شاه عباس همیشه به اینکه از طرف مادری مازندرانی بود افتخار می‌ورزید. مادر او از اهالی ساری یا به روایت برخی از اهالی اشرف بود. بدین سان شاه عباس در سال 1032 شهر اشرف یعنی به شهر امروزی را به وجود آورد و امارت‌های کلاه فرنگی و بناهای زیبای عباسی را به وجود آورد و شاه که فردی گردشگر بود همیشه به آنجا برای شکار می رفت. در سال 1033 نیز شهر فرح آباد را احداث کرد و آن را مرکز حکومت مازندران نمود. تا پیش از آن بارفروش یعنی بابل امروزی مرکز مازندران بود و برای آن شهر کوشش بسیار نهاد که آن شهر و ساری در هجوم روس‌ها در دوران پتر کبیر در آتش خاکستر شد و ساری باری دیگر مرکز ایالت مازندران گشت. شاه عباس از جاجرم در خراسان تا دشت مقان در اردبیل شاهراهی ایجاد کرد تا به وسیله آن مازندران به رونق سابق بازگردد. همچنین دیواری عظیم در نزدیکی بندر گز ایجاد کرد تا به وسیله آن مازندران از هجوم ترکمنها در آرامش به سر ببرد. دلاواله در سفرنامه خیش از فرهنگ و تمدنی در مازندران وصف می کند که تا به آن زمان در هیچ کجای دنیا نظیر آن را ندیده بود. سایر نواحی ایران وی راه‌ها را ایمن ساخت و همچنین برای تعمیر و احداث راه‌های جدید همت گماشت. گرجی‌ها و ارامنه را که در جنگ گرجستان به اسارت گرفت اختیار داد تا آزادانه در فرح آباد زندگی کنند و همچنین در کنار اصفهان زمین به آنها داد و آنها شهر جلفا را ساختند. بندر گمرون یا بندر عباس را در سال 1023 و جزیره هرمز را به سال 1031 از تصرف پرتغالی ها خارج ساخت. یکی از بزرگترین مشکلات شاه عباس بزرگ حکومت پرقدرت هیهلوخان اردلان در کردستان بود که ارتش شاه عباس نتوانست بر او غالب گردد. اقدامات فرهنگی او به شعر و نقاشی و موسیقی و معماری توجه داشت و به علما و هنرمندان علاقه می‌ورزید. ملا صدرا میرداماد و میرفندرسکی شیخ بهایی و غیره از فاضلان عهد وی بودند. شاه عباس مردی دیندار بود و به ویژه به علی ابن ابی طالب سخت ارادت می‌ورزید. چنان به حضرتش ارادت داشت که بر مهر خیش لقب کلب آستان علوی را برای خود برگزید. گویان نسبت به رعایا وزیر دستان مهربان بود و فرهنگ معماری هنوز نیز متأثر از آن دوره می باشد. شاه عباس برخلاف شاه اسماعیل و شاه طهماسب که نسبت به مذهب تعصب شدید داشتند با پیروان مذاهب با محبت رفتار می کرد، زیرا معتقد بود باعث کنارگیری از ملت‌های متمدن اروپایی که مسیحی هستند خواهد شد. به همین دلیل در حالی که نسبت به ترویج مذهب شیعه و تقویت آن اهتمام داشت نسبت به مسیحیان اظهار لطف داشت.
در موقعی که عثمانی ها مسیحیان را مورد شکنجه قرار می دادن، او برای آنها در جلفای اصفهان کلیسا ساخت و اجازه داد آداب مذهبی خود را به جای بیاورند. علاقه شاه عباس تا آنجا رسید که آنتونی شرلی را از طرف خود به سفارت فرستاد و در اعتبارنامه او را برادر خود معرفی کرد. اقدامات وی در پیشبرد تجارت با دول اروپایی. شاه عباس با خردمندی رقابتی بین مملکت‌های اروپایی در سواحل خلیج پارس ایجاد کرد تا به وسیله آن دولت دیگری نتواند فرمان روای آنجا گردد و نیز به این وسیله بود که دست پرتغالی ها را از بندر عباس کوتاه کرد. شاه عباس نه فقط آنتونی شرلی را با حسین علی بک راهی اروپا کرد که هیچ نتیجه نداد و آنتونی شرلی به فلیپ سوم پناه برد، بلکه بعد از آن رابرت شرلی و سپس نقد علی بک را به نزد شاهان اروپایی راهی کرد. وی از سال 1588 تا 1629 به مدت بیش از 40 سال سلطنت کرد. وی مردم خود را متحد کرد. او جاده هایی احداث کرد که تجار اروپایی را به شهرهای ایران آورد و کارگاه هایی برای تولید ابریشم و سفال و دیگر محصولات بنا کرد. سختگیری های شاه عباس. شاه عباس اگرچه با مردم و رعایا مهربان بود، ولی آنچه که معلوم از حکایت از آن دارد که فردی دقیق و سختگیر به ویژه در خانواده اش بود. شاه عباس پدر خیش را به زندان محبوس ساخت و دو برادرش را نابینا کرد. پسرش را به ظن آنکه علیه وی شورش کند کشت و دو پسر کوچکش را نابینا کرد و پسر دوم او نیز در زمان حیات وی مرد. شاه عباس پس از نابودی سپاهش به دست گرجی‌های جنگاور مشغول جمع‌آوری سپاه شد و با 200,000 مرد جنگی به گرجستان لشکر کشید و عده‌ای از گرجی ها را قتل عام کرد و 200,000 گرجی را به عنوان اسیر به داخل ایران کوچانید و مخصوصاً دستور داد که هر یک از این اقوام را به ولایتی که در آن آب و هوا و شرایط زندگی با وطن اصلی ایشان شبیه باشد انتقال دهند. به همین خاطر در ابتدای ورود گرجی ها به ایران و آنها را در مازندران که گمان می رفت از لحاظ آب و هوایی همانند گرجستان از سکونت دادند، ولی با نامساعد بودن آب و هوا اکثر آنان به شهرستان های داخلی ایران روانه شدند. خانواده شاه عباس هنگام تولد فرزندانش جشن عمومی اعلام می کرد. وقتی که در سال 1006 هجری قمری محمد رضا میرزا به دنیا آمد، شاه عباس آنچنان خوشحال شد که چند روز نقاره شادیانه به نوازش درآوردند و مدتی در میدان سعادت آباد چوگان بازی به راه بود. بیشتر پادشاهان صفویه و افشاریه با دختران گرجی تبار ازدواج می کردند که یکی از دلایل این مسئله را می توان تقویت نسل برای داشتن لیاقت سلطنت دانست. وفات شاه عباس. شاه عباس در شب پنجشنبه 4 جمادی‌الاول سال 1308 قمری پس از حدود 42 سال حکومت در مازندران در 60 سالگی از دنیا رفت. جسد وی را از مازندران منتقل کردند. نوه و جانشین شاه صفی جسد وی را در 23 جمادی الثانی در امامزاده حبیب ابن موسای شهر کاشان به خاک سپرد. شاه عباس به معماری، موسیقی، نقاشی و شعر علاقه داشت. بی تردید از نقاط تاریک کارنامه او بر جا نگذاشتن جانشینی شایسته از خود بود.
این امر بعدها در دراز مدت و کوتاه مدت اثرات مخربی برای ایران به همراه آورد و بسیاری از دستاوردهای شخص شاه عباس را نیز تحت تأثیر قرار داد. در عصری که برجسته ترین رویداد آن آغاز جدی ماجراجویی های قدرت های بزرگ اروپایی بود، ظهور شاه عباس کبیر می توانست نقطه عطف مهمی برای تاریخ ایران در سطح جهانی به شمار آید که سرانجام این گونه نشد. شاه عباس هنگامی به سلطنت رسید که غرب و شمال غربی ایران در تصرف دولت عثمانی بود. همچنین در شمال شرق ایران نیز خراسان جولانگاه ازبک ها شده بود و در داخل کشور نیز طی 12 سال پس از مرگ طهماسب یکم و دوران پادشاهی اسماعیل دوم و محمد خدابنده قدرت شاهگاهش پیدا کرده بود. دستبندی های قبیله ای قزلباشان مجددن به شکل افزاینده ای بروز کرده و دوگانگی میان قزلباشان ترکمان و تاجیکان در دربار شدت پیدا کرده بود. شاه عباس با اولویت بندی مشکلات متعدد توانست در طول سلطنتش سلسله صفویه را به اوج قدرت برساند. شاه عباس در ابتدای پادشاهی برای آنکه خیالش از حمله پیشدستانی امپراتوری عثمانی به قلمروهای ایران آسوده گردد، پیمان نامه صلح با آن کشور بست و مناطق کردنشین در عراق و سوریه کنونی را به آن واگذار کرد. سپس به بهینه سازی امور درون کشوری و فرونشاندن شورش استانها پرداخت. وی نخست ازبکان را شکست داد و سپس به جنگ با دولت عثمانی درآمد. او در 3 نوبت با عثمانی ها جنگید و همچنین 2 بار به گرجستان حمله کرد. از واپسین لشگرکشی های او میتوان فتح قندهار نام برد. در زمان شاه عباس درآمد دولت ایران بالا رفت و بازرگانی با کشورهای اروپایی و چین افزایش یافت. او بناهای بسیاری ساخت که هنوز برخی از آنها پا بر جاست. برای وی راه رسیدن به پادشاهی ساده نبود. تجربیات سالهای کودکی و نوجوانی وی باعث سوء ظن بیمارگونه ای در وی گردید که تأثیر آن تا پایان عمر بر روابطش با دیگران و حتی پسرانش سایه افکند. نام اصفهان پیوسته با اسم شاه عباس همراه بوده و اغلب آثار باستانی و عمرانی شهر اعم از آبنبارها، مادیها، پلها، خیابانها، تفرجگاهها، کاخها، مساجد، مدارس، معابد، بازارها و باغها و میدانها به نام شاه عباس ثبت شده است. پایان. دنیای کتاب صوتی.